سلام، به یکی دیگه از برنامه های پرسش و پاسخ شرکت اینکیوبیت خوش آمدید. در برنامه امروز هم میخوام به سوال شما در مورد روش PNP یا روش استانی پاسخ بگم. ممنونم از ایمیلی که به ما زدین، تلفنی که زدین و سوالاتتون رو مطرح کردین. همکاران من سوالات شما رو یادداشت کردن و من اینجا در خدمت شما هستم که به سوالاتتون پاسخ بدم. کماکان ازتون خواهش دارم که سوالات خودتون رو با آدرس اینترنتی ما که هست farsi@incubate.ca ارسال بفرمایید یا میتونید با ما در تماس باشین با شماره تلفن 201-416-619-5360. خوشحال میشیم که سوالات شما رو بدونیم که بتونیم اینجا بهتر و خیلی مشخص شده تر پاسخگوی سوالات شما باشیم. خب سال اولین سالی که دوستانمون مطرح کردن این بوده که اصلا PNP به چه معناست و مخفف چه کلمه ایه. من اینجا هر واژه‌ای رو که میگم انگلیسیش هم براتون میگم که اگر یه جا به گوشتون خورد حضور ذهن داشته باشین. PNP مخفف کلمه Provincial Nominate Programme، به ترجمه فارسی یا به تعریف فارسی میشه برنامه نامزد استانی. حالا یعنی چی؟ اولین سوال این بوده که این کلمه به چه معناست؟ این PNP به معنای برنامه اقامت از طریق گرفتن استانه. دولت کانادا، یعنی کل کشور اگر در نظر بگیرید زیر مجموعه دولت کانادا است. حالا این کشور مثل تمام کشورهای دیگه استانهای کوچیک کوچیکی داره. دولت کانادا با هر کدوم از این استانها یه توافقنامه رو امضا کرده. طبق این توافقنامه به استانها اجازه داده که هر استان مقررات خودش رو مشخص کنه و تعیین کنه که چه نیازهایی داره و چه شرایطی داره که چه افرادی طبق اون اگه اون شرایط داشته باشن میتونن زیر مجموعه اون استان درخواست مهاجرت بدن. این یه تعریف خیلی خیلی کلیه که براتون دادم. حالا تعریف یه خود جامعه ترش این میشه که برنامه هر استان برنامه مهاجرتی خودشو داره و هر استان کاندیدای خودش رو خودش انتخاب میکنه و هر کاندیدا درخواست خودش رو زیر مجموعه هر استانی که تمایل داره ارائه میده و بعد از اون باید مثلا بخوام براتون توضیح واضح تر بدم، شما به عنوان فرد ایکس دوست دارین به استان اونتاریو در کشور کانادا مهاجرت کنین. اونتاریو واسه خودش قوانین خودش رو داره و یه سری شرایط خاص خودش رو داره. بنابراین شما میان که استان اونتاریو انتخاب میکنید، قوانین و شرایط اونتاریو رو میخونید، درخواست خودتون به استان اونتاریو میدید. اونتاریو باید ببینه که شما شرایط پذیرفته شدن در اون استان رو دارین یا نه. بعد از اون اونتاریو، یعنی استان اونتاریو، شما رو انتخاب میکنه. پس هر استان شرایط و نیازهای خاصی داره و شما باید زیر مجموعه اون استان نیازهای اون استان رو برطرف کنید یا شرایطتون رو جور کنید با شرایطی که اون استان احتیاج داره. زیر مجموعه PNP یا برنامه استانی اون استان خاص درخواستتون رو اعلام بفرمایید. سال دوم این بوده که تفاوت میان برنامه PNP یا برنامه استانی و برنامه مهاجرت فدرال چیه؟ خب گاهی وقتا جواب سوالا رو یه خود تکراری میدم، یعنی میخوام یه توضیح جامع تری براتون بدم که اگر به سوال قبلی من نرسیدین، به جواب سوالم نرسین، اینجا متوجه بشین که دقیقا توضیح چیه. خب تکرار میکنم، سوال دوم این بوده که تفاوت میان برنامه استانی یا PNP و برنامه مهاجرت فدرال چیه؟ سیستم اقامتی کانادا یه سیستم منحصر به فرده. دولت فدرال برنامه مهمی داره، برنامه خاصی داره که تمام کشور رو پوشش میده. به علاوه دولت کانادا توافقنامه‌ای داره با هر کدوم از استان‌ها، به استان‌ها این قدرت رو داده که بتونن خودشون برای خودشون قانون وضع کنن. حالا مهاجر از طریق فدرال اینطوریه که خود دولت فدرال شما رو، یعنی کاندیدا رو انتخاب میکنه، بعدش هم تصویب میکنه که آیا این کاندیدا رو میخواد یا اینکه نه. اگه زیر مجموعه فدرال دولت فدرال درخواست خودتون رو بدین، اگه زیر مجموعه برنامه استانی درخواست خودتون رو بدین، اینطوری هست که کاندیداها درخواست خودشون رو به استان میدن، استان اونا رو انتخاب میکنه و بعد دوباره دولت فدراله که تصمیم نهایی رو میگیره و تصویب میکنه که اون کاندیدایی رو که استان پذیرفته قابل قبول هست یا نه. پس یه بار دیگه میگم، فدرال شما رو کاندیدا انتخاب میکنه و تصویب میکنه، استان
فرد متقاضی رو انتخاب میکنه، ولی دولت فدراله که تصمیم نهایی رو میگیره. تصمیم نهایی دولت فدرال چیه؟ وقتی که استان شما رو پذیرفت، شما رو میفرسته زیر مجموعه فدرال و دولت فدراله که از شما تصمیم نهایی رو اینطوری انجام میده که از شما یه سری مدارک پزشکی میخواد و اینکه میخواد که شما ثابت کنید که آیا سوء سابقه پیشینه تو کشور خودتون دارین یا اینکه نه. سال بعدی این بوده که چه برنامه های مهاجرتی زیر مجموعه برنامه استانی پی ام پی قرار می گیرن. هر استان تکرار می کنم که برنامه خاص و منحصر به فرد خودشو داره. بر اساس نیاز هر استان فرد انتخاب میشه برای تقویت وضعیت اقتصادی اون استان. به فرض مثلا برنامه های پی ام پی یا استانی سه تا زیر مجموعه داره که اینجا براتون توضیح میدم. یه قسمتش هست برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری زیر مجموعه پی ان پی. دومیش هست مهاجرت از طریق تجارت زیر مجموعه پی ان پی. سومی هست مهاجرت از طریق تخصص و مهارت که اینم زیر مجموعه پی ان پی و همینطور برنامه های دیگه. پس یه بار دیگه سوال مطرح میکنم که سوال این بوده که چه برنامه های مهاجرتی و در زیر مجموعه برنامه استانی یا پی ان پی قرار میگیرن؟ برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، مهاجرت از طریق تجارت و مهاجرت از طریق تخصص یا مهارت و برنامه های دیگه که زیر مجموعه برنامه پی ان پی استانی قرار دارن. سوال چهارم این بوده که آیا شما یعنی فرد متقاضی احتیاج داره که به زبان انگلیسی یا فرانسه صحبت کنه که واجد و شرایط بشه برای اینکه برای برنامه استانی یا پی ان پی درخواست خودش رو ارائه کنه؟ اینطور براتون توضیح بدم، از زمانی که اختیار هر استان به اون استان متعلق گرفته، این از زمانی که استان ها مستقل شدن در کشور کانادا و خودشون قوانین و شرایط خودشون رو اعلام میکنن، هر استان مستقل از دولت فدراله. پس خود استان هم هست که انتخاب میکنه که آیا کاندیدای و نامزد مورد نظر رو میخواد یا اینکه نه. هر استان شرایط خاص خودشو داره و هر متقاضی باید زیر مجموعه اون شرایط، این اون شرایط باید رفع کنه، یعنی داشته باشه اون شرایطو و زیر مجموعه اون شرایط و اون استان درخواست خودش رو بده. و اینکه استان‌های مختلف دانش زبان انگلیسی متفاوتی میخوان. اصلا بعضی دانش زبان انگلیسی احتیاج، یعنی شما مثلا بعضی از استان‌ها نیاز دارین که ثابت کنید زبان انگلیسی رو میدونید، مثلا نمره 8 گرفتین، نمره 6 گرفتین، نمره 7 گرفتین. مثلا بعضی از استان‌ها نه، اصلا نیاز ندارین که ثابت کنید نمره زبان انگلیسی دارین. یا حتی بعضی از استان‌ها نمره زبان کمتری میخوان. پس بسته به این که شما چه استانی رو انتخاب می‌کنید، درجه نمره زبانی که می‌خوان، اصلا نمره زبان می‌خوان یا نه، متفاوت میشه. به طور مثال بخوام براتون توضیح بدم، نمره زبان مورد نیاز برای گرفتن اقامت از طریق تخصص و مهارت مثلا در یه استان میتونه نمره CLB 7 باشه و در یه استان دیگه میتونه همین برنامه، مثلا زیر مجموعه همین برنامه گرفتن اقامت مثلا از طریق تخصص در یه استان دیگه میتونه نمره CLB 5 باشه. پس بستگی داره که شما زیر مجموعه چه استانی درخواست خودتون رو میدید. سال بعدی این بوده که آیا محدودیت سنی برای برنامه استانی یا پی ان پی وجود داره؟ همانند مثل جزئیاتی که در مورد دانش زبان انگلیسی براتون توضیح دادم، در مورد زبان هم همینطوریه. هر استان قانون منحصر به فرد و مختص خودشو داره و همینطور در مورد شرط سنی هم این قضیه صدق میکنه. میتونم توضیح کلی بهتون بدم که اکثر برنامه های تجارتی، سال پنجمی که بینندگان عزیز ما مطرح کردن این بوده، آیا محدودیت سنی برای برنامه پی ان پی یا استانی وجود داره؟ همانند جزئیاتی که در سال قبل براتون توضیح دادم، مثل اینکه داشتن نمره زبان بسته به هر استان داره، یعنی که هر استان یه نمره زبان خاص میخواد از فرد متقاضی که اون نمره زبان رو باید بیاره. همینطور هم در مورد سنه، یعنی که هر استان یا هر روش پی ان پی یه شرایط خاص سنی داره. به طور کلی اگه بخوام براتون توضیح بدم، توضیحش اینجوریه که اکثر برنامه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری محدودیت سنی ندارن.
هستند، ولی برنامه‌های مهاجرت از طریق تخصص یا مهارت معمولاً محدودیت سنی دارن که در هر استان متفاوته. یه موردی که باید توجه داشته باشین در مورد سن اینه که شما به عنوان فرد متقاضی وقتی که پرونده اقامت خودتون رو از طریق استانی در کشور کانادا میذارین، باید بدونین که فرزندان 19 سال به پایین رو میتونید شامل پرونده خودتون کنید. یعنی اگر فرزندان شما 19 سال سنشون 19 به بالاست، شامل پرونده شما نمیشن متاسفانه. سال ششم این بوده که آیا برای واجد و شرایط شدن برنامه استانی یا برنامه پی ام پی باید مدرک کارشناسی یا مدرکی بعد از داشتن مدرک دیپلم متوسط مورد نیازه؟ اینطوری این جواب این سال براتون توضیح میدم که اینطوری که بر اساس برنامه جدید استانی یا پی ان پی که میخواین درخواست خودتون رو بدین شرایط متفاوته. یعنی به عبارت دیگه میتونم توضیح بدم که هر برنامه استانی شرایط منحصر به فرد و خواست خودشو داره. زیر مجموعه برنامه که مهاجرت اقتصادی نام گرفته بر اساس مهارت و تجربه برای اینکه واجد شرایط بشین به تحصیلات شما نیازه. یعنی اگه بخواین از طریق مهارت و تجربتون تقاضای اقامت بدین به کشور کانادا، بله داشتن تحصیلات مهمه، مثل داشتن مدرک متوسطه و اینکه اگر که بخواین از طریق سرمایه گذاری درخواست خودتون رو برای اقامت به دولت کانادا بدین، فاکتور تحصیلات مهم نیست، فاکتور داشتن تجربه مهمه. اینطور هم بعدون تعریف میکنم که کارشناسی تعریف میشه به اینکه 4 سال شما در دانشگاه درس بخونید. اینجا یه مدرک دیگه دارن توی کانادا و توی آمریکا که بهش میگن مدرک دیپلم، یعنی که بعد از تحصیلات متوسطه، بعد از داشتن دیپلم متوسطه معمولا 1 سال 2 سال درس میخونن که بهش میگن مدرکی بعد از، بهش میگن دیپلم، یعنی مدرک بعد از مدرک متوسطتون میگیرین که واسه، تکرار میکنم که واسه گرفتن اقامت از طریق مهارت و تجربه بله به تحصیلات احتیاجه، ولی برای سرمایه گذاری نه، به تحصیلات احتیاج نیست، ولی احتیاجه که شما تجربه کاری داشته باشید. سوال بعدی که مطرح شده اینه که آیا برنامه استانی یا برنامه پی ان پی که اینا هم مفهوم هستن زیر مجموعه برنامه ورود سریع اکسپرس انتریه؟ جوابم به شما بله هست. بعضی از برنامه های استانی که زیر مجموعه اکسپرس انتری هستن که شون برنامه پی ان پی یا برنامه استانی، یعنی شما اگه اکسپرس انتری یا برنامه ورود سریع به کانادا رو بالا در نظر بگیرید، پی ان پی یا برنامه استانی یه شاخه از زیر مجموعه اکسپرس انتری. دولت کانادا پی ان پی رو جایگزین برنامه تخصص و مهارت و برنامه تجارت کرده. این کارو برای این کرده که سیستم یک پارچه بشه و بتونه سریعتر به متقاضیان خودش جواب بده. در روش سریع اکسپرس انتری شما میتونید اگه دوباره توجهتون رو بتونم ببرم به این قسمت که اکسپرس انتری رو بالا در نظر بگیرید و برنامه پی ان پی رو پایین در نظر بگیرید، شما میتونید زیر مجموعه اکسپرس انتری که برنامه پی ان پی قرار میگیره یه شاخه رو انتخاب کنید، یعنی از طریق برنامه پی ان پی و بالاترش اکسپرس انتری درخواست خودتون رو به دولت کانادا بفرمایید. سال بعدی این بوده که برای درخواست برنامه استانی خود اشتغال زایی چه مبلغی نیازه؟ برنامه خود اشتغال زایی یعنی به وجود آوردن یه شغل در کشور کانادا، اساس برنامه مهاجرت از طریق تجارته. متقاضیان این برنامه از طریق استانی که انتخاب میکنن میتونن سرمایه گذاری کنن و باید خودشون مدیریت کاملا فعالی رو داشته باشن، باید خودشون مدیر تجارتی که ایجاد میکنن داشته باشن. مبلغ ها متفاوته، بستگی به هر استانی که شما انتخاب میکنید مبلغ متفاوته و مبلغ تقریبا رنج بین 125,000 دلار کانادا هست تا 400,000 دلار کانادا. به طور مثال اگه بخوام براتون توضیح بدم، اگر شما تمایل داشته باشید به استان بریتیش کلمبیای کانادا درخواست مهاجرت خودتون رو اعلام کنید، مبلغ سرمایه گذاری که باید اعلام کنید که میتونید سرمایه گذاری کنید مبلغ حدود 200,000 دلاره. پس تاکید میکنم که بستگی به استانی که شما انتخاب میکنید مبالغ متفاوته و مبالغ معمولا بین 125,000 دلار کانادا تا 400,000 دلار کانادا است برای سرمایه گذاری.
سال نهم، سال بعدی که شما بینندگان عزیز برای ما فرستادین یا زنگ زدین به ما سوال خودتون رو مطرح کردین، این بوده که تفاوت میان مقدار پولی که دارین و میزان دارایی خالص شما چیه؟ مقدار پولی که دارین بخشی از دارایی خالص شماست. موارد چون نقدینگی مال و این پولی که دارین و این سرمایه‌ای که دارین به دو قسمت تقسیم میشه. اولا اینکه نقدینگی مالی، یعنی که شما چه مقدار نقدینگی مالی، به این مفهومه که شما چه مقدار پول نقد دارید در حساب خودتون دارید و دارایی خالص شما شامل تمام دارایی هست که دارین منهای پولایی که بدهی دارین. به عنوان مثال اگه زمینی دارین، مسکنی دارین، طلایی دارین، یا ملک یا جنس با ارزشی دارین، اون ملک با ارزش یا اون طلایی که دارین یا زمینی که دارین یا آپارتمانی که دارین جز دارایی شما به حساب میاد. بعد از اون شما باید کسر کنید از مبلغ دارایی که دارین، باید کسر کنید مقدار وامی که گرفتین یا مثلا مقدار پولی رو که قرض گرفتین، مقدار وامی رو که از بانک قرض گرفتین، یا اینکه مقدار پولی رو که از پارتنر تجاریتون، شریک تجاریتون قرض گرفتین. خلاص اگه قرضی دارین باید از مبلغ داراییتون کسر کنید. چیزی که باقی میمونه میشه دارایی خالص شما. پس یه بار دیگه تاکید میکنم، مقدار پولی رو که دارین یعنی حساب، یعنی مقدار پولتون یعنی که مقدار میزان پولی رو که در حساب بانکی دارین، داراییتون مقدار دارایی هاتون به حساب میاد منهای دارایی ارزش خالص داراییتون، مقدار داراییتون به حساب میاد منهای وام یا قرضی که دارید. سال بعدی این بوده که چرا نیازه که میزان دارایی خالص شما گفته بشه. یا میخوام یه خود خلاصه تر یا بخوام دقیق تر براتون توضیح بدم، اینه که شما وقتی شروع میکنید به پر کردن فرم هاتون برای درخواست دادن اقامت در کشور کانادا از طریق PNP، دولت کانادا از شما میخواد که براش توضیح بدین که چه مقدار دارایی دارین. حالا متقاضیان ما یا افرادی که به شرکت انکیوبه تماس گرفتن سوالشون این بوده که چرا ما باید میزان دارایی، میزان پولی رو که داریم به دولت کانادا اظهار کنیم؟ چرا از ما میپرسن که ما چه مقدار پول، چقدر ارزش خالص دارایی داریم، چقدر سرمایه داریم؟ سوال ما به شما اینه که مهاجرت به کانادا مانند تمام روش‌های مهاجرتی دیگه که در کشورهای دیگه هست مثل آمریکا، یه سیستم مهاجرتی مشخصه که وقتی که مهاجران میخوان از طریق سرمایه گذاری به این کشور بیان، دو تا فاکتور مطرحه واسه دولت. فاکتور اول میزان نقدینگی مالی که شما دارین، یعنی که دولت میخواد بفهمه که شما چقدر پول دارین که اون پول رو سرمایه گذاری کنید. مورد دوم اینه که کلن میزان دارایی هایی که دارین چقدره، منهای وامی که دارین، منهای بدهی هایی که دارین. دولت کانادا و همینطور اگه میخواین مثلا آمریکا درخواست خودتون رو از طریق سرمایه گذار بدین، همونطور اون دولت. خلاصه اینکه دولتایی که میخوان، یعنی شما از طریق اون دولت ها میخوان اقامتتون رو بگیرین، میخوان بدونن شما چقدر پول دارین، میخوان بدونن که شما یا میتونید وقتی به این کشور سفر میکنید، به این کشور میایین زندگی میکنید، میتونید از پس مخارج مالی خودتون بر بیاین. چرا این سوالو میپرسن؟ چون روش سرمایه گذاری یه روش اقتصادیه، یعنی که شما، یعنی که باید بتونن بسنجن که شما چه مقدار پول دارین، چه مقدار میتونید سرمایه گذاری کنید، و یا وقتی که به این کشور اومدید میتونید از پس مخارج خودتون رو، اگه خانواده ای دارین، از پس مخارج اونا بر بیاین. پس به این دلیله که میزان سرمایه شما رو یا میزان دارایی خالص شما رو از شما میپرسن. سال بعدی، سال 11 که شما بینندگان عزیز واسه ما مطرح کردین، این بوده که اگر از طریق برنامه استانی، یا تکرار میکنم، برنامه PNP انتخاب بشین، برگزیده شدن شما به چه معناست؟ همونطور که قبلا براتون اشاره کردن، انتخاب کاندیداها توسط استان صورت میگیره، چون که شما دارین زیر مجموعه برنامه استانی یا برنامه PNP درخواست اقامت خودتون رو به دولت کانادا اظهار میکنید. بنابراین شرایط هر استان متفاوته بسته به اینکه شما چه استانی رو انتخاب میکنید. زمانی که استان کاندیدا یا نامزد مورد نظرش رو پذیرفت، یک گواهی میده به اون، میفرسته برای اون کاندیدا یا اون نامزد مورد نظر، که توی اون گواهی اعلام میکنه که فرد X توسط
استان X پذیرفته شده. بعد از اون شما به عنوان فرد متقاضی که توسط به فرض استان اونتاریو پذیرفته شدین، این گواهی رو که از طرف به فرض مثال میزنم از طرف استان اونتاریو برای شما اومده، شما این گواهی رو میفرستین برای CIC. CIC چیه؟ سرویس دولت کانادا است. یعنی یه پروسه شما دارین که استان شما رو بپذیره، به شما یه گواهی بده که شما خانم یا آقای عزیز شما پذیرفته شدین، بعد شما اون گواهی رو میفرستین برای دولت کانادا برای CIC. من مرحله بعدی مرحله CIC. پس برگزیدن شما از طریق استان به این معناست که شما ستون اول یا به تعریف خودمونی خودمون توی ایران خانه اول رو گذروندین، خانه بعدی CIC که باید اونم شما رو بپذیره و شما رو برگزینه. سال 12 که مطرح کردین این بوده که اگر شما به عنوان فرد متقاضی در برنامه استانی یا برنامه PNP پذیرفته شدید، آیا بدین معناست که کارت اقامت یا PR خودتون رو دریافت میکنید؟ نمیتونم جواب بله یا خیر بهتون بدم، ولی میتونم اینطوری بهتون پاسخ بدم که کارت PR خودتون دریافت میکنید، ولی نه همون لحظه. یعنی برنامه استانی، یعنی برنامه PNP که درخواست مهاجرت شما از اون طریق دادید، یه سری مهارت داره، یه سری مراحل داره که در برنامه مهاجرت، برنامه PNP یه سری مراحل خاص داره. یعنی وقتی فردی از طریق برنامه PNP درخواست خودش رو میده، اول پذیرفته میشه از طرف استان، بعد مدارکش رو میفرسته واسه CIC دولت کانادا و منتظر میمونه که کارت اقامت خودش رو دریافت کنه. بعضی که این دوتا مرحله رو گذروند. یعنی که شما اگر که درخواست خودتون رو واسه PNP بدین، این یه راهه، یه مسیره واسه که در ادامه اگر هر کدوم از این مراحل رو پشت سر گذاشتین و موفق بودین و پذیرفته شدین، یه مسیر داره، یه مرحله داره که بتونین کارت PR خودتون در انتهای مسیر اگر در هر کدوم از این مراحل واجد و شرایط بودین و پذیرفته شدین، بتونید کارت اقامت خودتون رو دریافت کنید. بنابراین زمانی که درخواست استانی میدین، درخواست PNP میدین، ابتدا با توسط استان پذیرفته بشین، بعد مدارک خودتون رو واسه CIC یا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا میفرستین. اون مرحله هم که سپری کردین، مرحله نهایی CIC شما رو چک میکنه و اگر که قبول شدین توسط CIC از شما میخواد که مدارک سلامتتون و مدارک سوء سابقه پیشینتون رو برای CIC بفرستین و در اونجا هست که شما پذیرفته میشین و بعد کارت اقامتتون با آدرستون فرستاده میشه. سال 13 سال بعدی این بوده که چگونه میتوان برای برنامه استانی یا PNP درخواست کرد. برنامه های استانی متفاوتی وجود داره. شما چند تا گزینه انتخاب دارین که هر کدوم از استان ها همونطور که بارها و بارها براتون توضیح دادم نیازهای خاص خودشون رو دارن و روش های خاص خودشون رو ارائه می کنن و شرایط و نیازمندی های خاص خودشون رو دارن. مراحلی رو که باید سپری کنید به ترتیب زیره. 3 مرحله است. مرحله اول اینه که باید مشخص کنید برای خودتون که میخواین طبق زیر مجموعه کدوم استان در کانادا درخواست مهاجرت خودتون رو بدید. مثلا میخواین برین استان کبک، یا میخواین برین استان بریتیش کولومبیا، یا میخواین برین استان اونتاریو، یا هر استان دیگه که مد نظرتون. پس در ابتدا استان مورد نظر خودتون رو لطف میفرمان انتخاب میکنید. به عنوان مثال زیر مجموعه برنامه PNP ما 3 روش داریم. یک روش اقامت یا مهاجرت از طریق تخصص رو داریم، برنامه سرمایه گذاری رو داریم، برنامه مهاجرت از طریق تجارت رو داریم. پس استانتون رو انتخاب میکنید، زیر مجموعه استان فکر میکنید، ببینید کدومی که از این مراحل مناسب شرایط شماست. بعد از اون، یعنی روش دوم بعد از انتخاب استان، مرحله دوم اینه که برای ارائه درخواست خودتون باید ببینید آیا واجد شرایط هستین. یعنی مثلا اگه استان اونتاریو رو انتخاب میکنید، باید ببینید که استان اونتاریو چه شرایطی داره، شرایط سنی، شرایط زبان، شرایط مالی. باید ببینید آیا اون شرایطی که اون استان داره به شرایط فردی هم منحصر به فرد شما میخوره. گزینه سومی که باید چک کنید اینه که باید ببینید که آیا در زیر مجموعه هر استان، آیا اون استان مورد نظری که شما انتخاب کردین و متقاضیش هستین، آیا ظرفیت داره که شما رو واسه امسال قبول کنه. اینطوری باید براتون توضیح بدم که هر استان یه ظرفیت خاص واسه هر سال داره. خلاصه این که در عرض 12 سال، هر ماه از اون سال که میخواین درخواست کنید، باید خودتون بتونید چک کنید و سرچ کنید، تحقیق کنید، ببینید که آیا هنوز اون استان ظرفیت داره واسه سال این سالی که شما میخواین درخواست خودتون رو ارائه بفرمایید.
سوال بعدی یه سوال 14 این بوده که آیا خودتون میتونید برای برنامه استانی یا برنامه پی ان پی درخواست بدین، یا اینکه آیا شما نیاز به استخدام کسی دارین یا نیاز به مشاوره ببخشین فردی دارین که بتونه این کار برای شما انجام بده؟ سوالتون اینطوری میتونم پاسخ بدم که شما به عنوان فرد متقاضی دو تا راه دارین. اینکه بله، خودتون میتونید درخواست خودتون رو به دولت اعلام بفرمایید و فرما رو پر کنید. راه دوم اینه که کسی رو استخدام کنید، از کسی مشاوره بگیرین که این کارو براتون انجام بده. در مورد مسئله مشاوره گرفتن یا استخدام کردن، ازتون خواهش میکنم که برنامه آموزشی ما رو در مورد اینکه چه افرادی میتونن به شما مشاوره یا اینکه کمک کنن یا حتی بتونن به شما پند یا اندرز بدن که چگونه فرمای مهاجرت رو پر کنید، لطفاً اون برنامه آموزشی ما رو نگاه بفرمایید. خلاصه اینکه شما یا میتونید خودتون این فرما رو انجام بدین، که میتونید فرد رو استخدام کنید که این کار براتون انجام بده و شما رو در روند و در پروسه پر کردن فرم هاتون همکاری کنه. سیستم مهاجرت کانادا جوری تنظیم شده که افراد متقاضی خودشون میتونن دسترسی مستقیم به فرما داشته باشن، ولی لطفا در نظر داشته باشین که ممکنه شما به طور دقیق و کامل متوجه قانون و مقررات این کشور نشین، یکی اینکه ممکنه تسلط کافی به زبان انگلیسی نداشته باشین، دومی که ممکنه این کشور، یعنی ممکن که نه حتما این کشور قوانینی داره که شما اصلا باهاش مانوس نیستین، اصلا قبلا این قوانین رو نشنیدین. بنابراین معمولا به فرد احتیاج دارین که بتونه اون قوانین رو برای شما ترجمه کنه و بتونه کاملا واسه شما توضیح بده که منظور از سوالاتی که در اون فرم ها هست چیه. پس ازتون خواهش میکنم که برنامه شرکت اینکیوبیت رو که اسم برنامه هست نمایندگان مجازی که میتونن به شما در پر کردن فرم های قانونیتون کمک کنن و لطفا مشاهده بفرمایید. سال بعدی یا سال 15 این بوده که آیا ضمانتی برای درخواست اقامت از طریق استانی وجود داره؟ باید براتون توضیح بدم که همانند بقیه راه‌های مهاجرت که شما درخواست خودتون رو برای اقامت ارائه میدین به دولت کانادا یا به هر کشوری مثل آمریکا یا اروپا یا هر کشوری که تقاضای اقامت دارین، هیچ گونه ضمانتی وجود نداره. چیزی مفهومی به اسم ضمانت وجود نداره. در هر برنامه شما باید یه سری نیازهای خاص رو برآورده کنید، یعنی باید یه سری شرایطی داشته باشین که بتونید یه سری شرایط خاص داشته باشین که بتونید زیر مجموعه یه برنامه خاص درخواست خودتون رو ارائه کنید. بنابراین باید نیازهای برنامه رو تأمین کنید، باید واجد و شرایط بشین و در یه زمان خاص بتونید چک کنید که آیا هنوز جا و فضایی برای شما در اون سال که می‌خواید درخواست خودتون رو بدین هست یا خیر. بعد اینکه وضعیت ظرفیت هر سال رو هم بتونید چک کنید و مطمئن بشین که یه ظرفیت هست، بعد میتونید درخواست خودتون رو اعلام کنید. همینطور باید ببینید که اگه میخواین از راه اقتصادی درخواست خودتون رو اعلام کنید، باید ببینید که آیا تخصص و مهارت مناسب رو دارین، آیا سنتون به اون شرایط میخوره، به اون استان میخوره، به اون روشی که انتخاب کردین میخوره، وضع سرمایه گذاری چجوریه. باید براتون توضیح بدم که سیستم کانادا سیستم امتیاز بندی شده، یعنی که هر سال یا هر ماه که دارن انتخاب میکنن اونا بهترین ها رو انتخاب میکنن. بنابراین باید مطمئن باشین که واجد و شرایط هستین و امتیاز یا رتبه مناسبی رو برای اون برنامه که زیر مجموعش درخواست دادین حتما داشته باشین. سال 16 این بوده که آیا برنامه استانی یا برنامه پی ام پی داخل و خارج از کانادا میشه واسش درخواست داد؟ میتونم اینطور براتون توضیح بدم که اگر خارج از کانادا هم هستین، بله، میتونید درخواست خودتون رو برای برنامه پی ام پی اعلام بفرمایید به دولت کانادا. اگر داخل کانادا هم هستین، باید استاتیوس یا تعریف استاتیوس این هست، یعنی وضعیت حضورتون در کشور کانادا باید قانونی باشه. پس اگر خارج از کانادا هستین، بله، میتونید اپلیکیشن فرم یا فرم های لازم رو پر کنید. اگر داخل کانادا هستین، باید وضعیت قانونی داشته باشین در داخل کانادا که بتونید فرما رو پر کنید. ولی تمام فرما چه در داخل کانادا پر بشه چه در خارج از کانادا میاد داخل کشور کانادا، یعنی بنابراین فرمای شما داخل کشور کانادا میاد و میرسه به دست دولت کانادا. سوال آخر و سوال 17 بله سوال آخر این بوده که چقدر هزینه درخواست اقامت از طریق برنامه پی ان پی چقدر هزینه شه؟ 4 طبقه بندی قیمت داریم زیر مجموعه برنامه پی ان پی که من به شرح زیر براتون توضیح میدم.
قیمت اول قیمتیه که شما به استان پرداخت میکنید. دوباره براتون توضیح میدم، برنامه PNP یا برنامه استانی یه برنامه استانیه، یعنی که شما از طریق استان درخواست خودتون میدین، پس باید یه مبلغی رو به هر استان که انتخاب میکنید پرداخت بفرمایید. پس یه قیمت قیمت استانیه، یه قیمت دیگه وجود داره که قیمت دولتی، یعنی شما باید یه قیمت هم به دولت یا به CIC بدید. مثلا قبلا توضیح دادم که اول استان شما رو میپذیره که پول اونو پرداخت میکنید، بعد پرونده شما میره زیر مجموعه CIC دولت کانادا که بعد باید پول CIC هم پرداخت بفرمایید. یه سری مبالغ دیگه هم باید پرداخت کنید که سازمان هایی هستن که قابل قبول دولت کانادا هستن. این سازمان ها مدرک زبان شما رو برآورد میکنن، تحصیلاتی رو که دارین معادل تحصیلات کانادایی میکنن و اینها یه سری سازمان های خاص هستن که باید بتونید پیدا کنید و بتونید توی سایت CIC بگردین یا از نماینده خودتون بپرسین که اون سازمان های خاص چه سازمان هایی هستن که معتبرن زیر مجموعه دولت کانادا. یعنی که دولت کانادا اعلام کرده که یه سری سازمان های خاصی رو تنها قبول داره که شما میتونید مدرک تحصیلی خودتون رو، نمره زبان خودتون رو زیر مجموعه اونا بگیرید، زیر مجموعه اونا برآورد کنید یا معادل کانادایی کنید. و مبلغ آخری که باید پرداخت کنید، مبلغ چهارم، اینه که اگر شما به یک متخصص مراجعه کردین، به یک نماینده مجاز مراجعه کردین و اون فرد میخواد به شما کمک کنه در ادامه پروسه روند اقامتتون، باید به اون فرد هم مبلغی رو پرداخت کنید. نکته بسیار مهم آخر که میخوام براتون توضیح بدم اینه که هیچ رقم و عدد مشخصی در پرونده مهاجرتی استانی PNP حقیقتا وجود نداره. تنها رقم مشخصی که شما به زیر مجموعه PNP پرداخت کنید، زیر مجموعه استانی پرداخت کنید، و رقم مشخص دیگه‌ای که وجود داره اینه که شما زیر مجموعه CIC چه رقمی رو پرداخت میکنید. ارقام دیگه‌ای که باید پرداخت کنید حقیقتاً مبلغ مشخصی نداره و بستگی به هر پرونده، بستگی به تعداد افرادی که داخل هر پرونده قرار میگیرن متغیره. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشین. امیدوارم که سوال و جواب امروز ما مثمر ثمر شما بوده باشه. امیدوارم که به سوالاتتون مناسب پاسخ داده باشم و کماکان ازتون خواهش دارم که با ما در تماس باشین. سوالات خودتون رو به آدرس farsi@incubate.ca بفرستین. ما خوشحال میشیم که بتونیم پاسخگوی شما باشیم. ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. روزتون خوش و ایام بکام.